موشک‌هایی که تحریم‌ها هم جلودارشان نیستند. پنتاگون می‌گوید ایران بزرگترین برنامه موشکی خاورمیانه را دارد. خاموشی اینترنت در ایران به بهای حفظ امنیت. خسارت‌های اقتصادی قطع اینترنت چقدر است؟ و پیامدهای جنگ افغانستان برای کودکان. یک سازمان امدادی می‌گوید بیش از 70%شان اضطراب و افسردگی دارند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. گزارش تازه سازمان اطلاعاتی پنتاگون میگوید ایران به رغم تحریم‌ها بزرگترین برنامه موشکی را در خاورمیانه دارد. ایران میگوید برنامه موشکیش جنبه دفاعی دارد و بر سر آن مذاکره نمی‌کند. اما چرا ایران به سمت ساخت موشک رفت و آیا آنطور که آمریکا میگوید برنامه موشکی ایران تهدیدی برای واشنگتن و هم پیمانان منطقه‌ایش است؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از پرهام قبادی. موشک‌هایی که ایران مایه افتخار و اقتدار می‌داند و آمریکا تهدیدی برای منطقه. همه ساخت ایران است. حالا پنتاگون می‌گوید به رغم چند دهه تحریم‌های آمریکا، ایران موفق شده بزرگترین برنامه موشکی خاورمیانه را به وجود بیاورد. اما تأکید کرده برنامه موشکی ایران جنبه بازدارندگی دارد. در این گزارش آمده در نبود نیروی هوایی مدرن ایران به برنامه موشکی روی آورده. دلیلش منصرف کردن دشمنان منطقه‌ایش به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان از حمله به ایران. موشک رو از این حرفا اصرار میکنن به خاطر همینه. اما توان موشکی ایران چقدر است و چرا ایران به سمت ساخت موشک رفت؟ ایرانیان نوکلیر threat. با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 خارج شد و یکی از دلایلش را برنامه موشکی ایران عنوان کرد. در مورد توانایی‌های نظامیمون خب با کسی مذاکره نمی‌کنه. ایران میگوید برنامه موشکیش قابل مذاکره نیست و جنبه دفاعی دارد. در اواخر جنگ ایران و عراق، تهران که به دلیل تحریم‌ها قادر به گسترش و تجهیز هواپیماهای رو به استهلاکش نبود، با وجود خرید چندین جنگنده روس، چاره را در بالا بردن توان موشکی خود دید. در دوران جنگ وقتی صدام حسین شهرهای ایران رو بمبارون کرد، ایران با آسیب‌پذیری خودش پی برد و تصمیم گرفت به سمت ساخت موشک‌های بالستیک بره. کم کم با وارد کردن سلاح و تکنولوژی ساختان، عمدتاً از کره شمالی، موفق شد خودش موشک‌های بومی تولید کند و به قولی برنامه موشکی ایران کلید خورد. حالا ایران موشک‌هایی با برد کوتاه و متوسط، کروز و بالستیک با سوخت مایع و جامد دارد. اما همه اینها یعنی چه؟ بگذارید تفکیکشون کنیم. اول برد موشک‌ها. موشک‌ها بر اساس بردشان به 4 نوع تقسیم می‌شوند. موشک‌های با برد کوتاه که تا 1000 کیلومترند و با برد متوسط که بین 1000 تا 3000 کیلومترند. موشک‌های میان برد بین 3000 تا 5500 کیلومتر برد دارند و موشک‌های قاره پیما که برای حمل کلاهک هسته‌ای‌اند بالای 5500 کیلومتر مسافت طی می‌کنند. در خاورمیانه فقط اسرائیل همچین موشک‌هایی دارد. طبق اطلاعات موجود ایران تا به حال فقط موشک‌هایی با برد کوتاه و متوسط تولید کرده. الله اکبر، برد عملیاتی 2000 کیلومتر. ایران در محدودیتی به ظاهر خودخواسته موشک بالای 2000 کیلومتر تولید نمی‌کند. موشک‌های با برد 2000 کیلومتر ایران قابلیت هدف قرار دادن اهدافی در اسرائیل را دارند که از غرب ایران 1500 کیلومتر فاصله دارد و مثلا ریاض در عربستان سعودی که از جنوب ایران 1000 کیلومتر فاصله دارد و همچنین پایگاه‌های نظامی آمریکا در ترکیه، قطر، کویت، امارات، بحرین، عمان و سایر کشورها. محصولات ما در حوزه موشک‌های بالستیک زمین به زمین حدود 20 نوع موشک رو به خودش اختصاص داده. چند سالی است که در حوزه موشک‌های کروز کارمون شروع شده. ایران هم موشک بالستیک و هم موشک کروز دارد. اما فرق این دو موشک چیست؟ موشک‌های کروز در ارتفاع خیلی پایین به سمت هدف پرواز می‌کنند و قابل هدایت با GPS هستند و به همین خاطر دقت بالاتری دارند و قادر هستند پایین‌تر از سطحی که رادارهای معمول قادر به پوشش آن هستند پرواز کنند. اما موشک‌های بالستیک به هوا پرتاب می‌شوند، مسیری را طی می‌کنند و بعد به شیوه سقوط آزاد به هدف اصابت می‌کنند. یعنی به نیروی جاذبه زمین متکی هستند. به همین خاطر در ارتفاع بالاتری حرکت می‌کنند و معمولاً برای اهدافی که روی زمین هستند استفاده می‌شوند. در سالهای اخیر ایران به جای بالا بردن برد موشک‌ها بر روی دقت آنها سرمایه‌گذاری کرده. The fact that Iran is focusing on
اینکه ایران در پی بالا بردن دقت موشک هاست به جای بالا بردن برد اونها در واقع خبر خوبی از منظر منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. چون اگه شما دنبال ساخت موشک با کلاهک هسته‌ای باشید، نیاز به موشک با دقت بالا ندارید، به خاطر اینکه قدرت ویرانگری بمب‌های اتم طوریه که نیاز به دقت بالا ندارند. اما ایران در قیاس با دیگر کشورهای منطقه در چه موقعیت نظامی قرار دارد؟ عربستان سعودی بزرگترین خریدار اسلحه در جهان، در سال 2017 حدود 70 میلیارد دلار، یعنی حدود 9% از تولید ناخالص داخلیش را صرف مخارج نظامی کرد. اسرائیل هشتمین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان، 16.5 میلیارد دلار، یعنی 4.3% از تولید ناخالصش را صرف توان نظامی کرد. ایران با 14.5 میلیارد دلار و 2.7% از تولید ناخالص داخلیش از رقیبان منطقه‌ای فاصله دارد. البته مشخص نیست ایران دقیقاً چه مقدار برای فعالیت‌های برون‌مرزی‌اش هزینه می‌کند. ان شاء الله 2 ماهواره را به فضا پرتاب خواهیم کرد. نگرانی دیگر آمریکا از برنامه فضایی ایران است. آمریکا پرتاب ماهواره و تحقیقات فضایی ایران را زمینه‌ای برای ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما می‌داند. اتهامی که ایران آن را بارها رد کرده. اگر کسی واقعا نگران اینه که ایران احتمال داره موشک‌های قاره‌پیما با کلاهک هسته‌ای بسازه، می‌بایست برجام رو زنده نگه می‌داشت. برای اینکه معقول نیست که شما موشک قاره‌پیما بسازید وقتی قرار نیست بمب اتم داشته باشید. ICBMs if you're also not developing nuclear weapons. ایران در حال حاضر پیشبرد برنامه موشکی و تجهیز شبه نظامیان در منطقه را راهی برای دفاع در صورت حمله احتمالی به خود می‌بیند. و آمریکا، اسرائیل و عربستان این استراتژی را تهدیدی برای خود می‌دانند. پرهام قبادی، BBC. در پی ناآرامی‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران، قطع اینترنت یکی از ابزار برخورد با ناآرامی‌ها بود. شبکه نت بلاکس، یک مؤسسه ناظر بر اینترنت، گزارش داده است که ارتباط ایران با اینترنت در حدود 5% بوده. هفته گذشته وزیر ارتباطات ایران هم گفت که قطع اینترنت ضربه بسیاری به خدمات و مردم زده، ولی حفظ امنیت بسیار مهم است. مریم افشنگ نگاهی کرده به قطع اینترنت و خسارات آن به اقتصاد ایران. 3 ساعت دارم سعی میکنم ایران تماس بگیرم. این ویدیو را یکی از مخاطبان BBC از آلمان فرستاده. نمیدونم پدر مریض من چی داره بر من تعریف کنه که اینو نمیذارن. گروه نت بلاکس که محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت را بررسی میکند گفته در بیش از 90 ساعت گذشته سطح دسترسی به اینترنت در ایران حدود 5% حد معمول بوده. برآورد نت بلاکس با این فرض است که بخش فناوری ارتباطات نزدیک به 2% فعالیت اقتصادی ایران را تشکیل می دهد و قطعی اینترنت به همین میزان به کسب و کارهای سایر صنایع صدمه می زند. روزنامه مردم سالاری در گزارشی با این عنوان قطع اینترنت را در ایران بررسی کرده و نوشته قطع اینترنت راه حلی برای مهار اعتراض‌ها نیست و در میان مدت ممکن است حتی خود به عاملی برای اعتراض تبدیل شود. وزیر ارتباطات و فناوری ایران گفته زندگی امروز مردم به فضای مجازی وابسته است. امروز حدود 2-3 میلیون نفر راننده در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کار هستند. در حال حاضر حدود 10 میلیون ایرانی از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند. آقای آذری جهرمی همچنین از تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های شبکه ملی و نداشتن وابستگی به اینترنت بین‌الملل هم گفت. در خصوص موتور جستجو باید بپذیریم که دستاوردهای ما در این حوزه از آنچه پیش بینی می‌کردیم و گزارش شده بود عقب‌تر است. همه تلاشمان را کرده ایم که صاحبان کسب و کارهای مجازی در شرایط حاضر زیان نبینند. اما می‌دانم که برخی از این کسب و کارها تا حدود 90% کاهش سطح تراکنش داشتند. نه تنها وزیر ارتباطات که بسیاری دیگر هم از صدمات اقتصادی قطع اینترنت در روزهای گذشته گفتند. از جمله یکی از اعضای کمیسیون امنیت و شورای مجازی مجلس گفته فیلترینگ اینترنت ضربه مهلکی بر اقتصاد کشور میزند و میگویند شبکه ملی راه اندازی میشود. اما همکنون بیمارستانها، صادرات و واردات ما به مشکل برخورد کرده است. امیدواریم هرچه سریعتر این مسئله حل شود. یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران هم به مشکلات صادرات اشاره کرده و از عدم اطلاع از محل محموله‌ها و وضعیت کشتی‌ها گفته.
وقتی یک شرکت نتواند یک ایمیل ساده برای طرف مقابل خود بفرستد، چه تضمینی برای کار کردن در عرصه بین‌المللی برای آن کمپانی وجود دارد؟ زیرا طرف خارجی اینطور فکر میکند که فردا شاید یک محدودیت جدیدی اعمال شود و کل معامله به خطر بیفتد. به گزارش ایلنا، قطعی و اختلال اینترنت بر تئاتر هم تأثیر و فروش نمایش ها 70% کاهش داشتند. ایران مدت هاست با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و عالم و آدم هم میگویند قطع اینترنت ضربه مهلکی به اقتصاد این کشور خواهد زد. اینترنت ملی و داخلی هم جوابگوی نیازهای اقتصادی و ارتباطی مردم نیست. از سوی دیگر سازمان‌های حقوق بشر و بین‌الملل هم از حق مردم برای برخورداری از آزادی بیان می‌گویند و از ایران می‌خواهند که حقوق مردم را خدشه‌دار نکند. علی‌رغم همه اینها و تمام مشکلات و صدمات اقتصادی، به بهانه امنیت مقام‌های ایران اینترنت را مسدود کردند. امنیتی که مخالفان میگویند بهانه است تا مانع انتشار تصاویری از این دست باشد که سرکوب نیروهای امنیتی را نشان میدهد. مریم افشنگ، بی بی سی. اگرچه رویدادهای هفته گذشته در ایران با گران شدن و سهمیه بندی بنزین آغاز شد، اما این اولین باری نیست که افزایش بهای بنزین خشم عمومی را برانگیخته. در سال 1386 هم وقتی دولت محمود احمدی نژاد دقیقاً همین کار را کرد، یعنی قیمت بنزین را اضافه کرد و توزیعش را سهمیه بندی، مردم خشمگین به خیابان آمدند و چند پمپ بنزین را آتش زدند. البته رویدادهای 13 سال پیش هرگز آنطور که در طول هفته گذشته شاهد بودیم جنبه ضد حکومتی به خود نگرفت. علی همدانی در گزارشی نگاهی انداخته به شاخص‌ترین تجمعات و تظاهراتی که در طول چند سال گذشته حکومت را به چالش کشیده است. از جمله مواردی که به کمک رسانه‌های جمعی خیلی زود به گوش همه رسید، وقایع کوی دانشگاه تهران 18 تا 23 تیر 78 بود. دو سال بعد از روی کار آمدن محمد خاتمی، وقتی تصور می‌شد فضای سیاسی برای تجمعات اعتراضی باز است. تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تغییر قانون مطبوعات. تحلیل تلویزیون حکومتی از رویدادهای همان روز شاید پنجره‌ای باشد به تعبیر حکومت به اعتراضاتی که پیش‌بینی‌شان نمی‌کند. اهدافی فراتر از یک اعتراض صنفی در دستور کار این مطبوعات و سیاسیون و حامی آنها قرار دارد. در جریان حمله شبانه به کوی دانشگاه تهران و اعتراضات پس از آن، دست کم 7 نفر کشته شدند. نیروی انتظامی آن موقع گفت که 200 نفر را هم بازداشت کرده. برخی از بازداشت شدگان بعداً به سرشناس‌ترین چهره‌های مخالف نظام بدل شدند. حسن روحانی آن روزها هم همان چیزی رو گفت که کم و بیش درباره تظاهرات اخیر. او که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، تظاهر کنندگان را تعدادی اندکی اوباش خواند. آیت الله خامنه ای هم همان موضعی را گرفت که این بار، که هر بار. این معنی این حرف‌های مکرر من در این چند سال است که عرض می‌کنم به ملت ایران، به همه، به مسئولان، که دشمن در صدد نفوذ است. سالگرد 18 تیر هر سال بهانه‌ای برای تجمع شد. تجمع سال 1382، 4 سال بعد از وقایع سال 78، اما وسیع‌تر از سالهای قبلش شد. در سالهای دومین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، اولین جرقه جدی ماجرای رأی دادگاه بدوی برای هاشم آقاجری، فعال سیاسی بود. فعالی که به دلیل اظهاراتش در دادگاه اولیه به اعدام محکوم شد و سر و صدای بسیار به پا کرد. اما این تجمع هم آنقدر بزرگ نبود. سایه بزرگترین تجمع بعدش همچنان بر حال هوای سیاست در ایران مانده، آنچه به نام جنبش سبز مشهور شد. شماره کشته های تجمعاتی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 1388 زنجیره ای ادامه داشت را کسی دقیق نمی داند. ده ها کشته، هزاران بازداشتی که خود حکومت هم به آن اذعان کرده و نخستین جنبشی که به طور وسیع توسط شهروند خبرنگاران گزارش شد. تصاویری که هرگز از یادها نمی رود. قتل ندا جلوی دوربین موبایل، تصویر زیر گرفته شدن معترضان توسط اتومبیل نیروی انتظامی، فرار و مهاجرت صدها فعال سیاسی، روزنامه نگار و تظاهر کننده. تظاهرات ضد حکومتی در آغاز زمستان سال 96 اما ماجرای دیگری بود. تحولی که از آن به عنوان گذار معترضان از جمهوری اسلامی نام برده شد. تظاهراتی که از مشهد و به دلایل معیشتی آغاز شد بسیار زود تغییر شکل داد. به تهران رسید اما متمرکز نماند، به شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ رفت و شعارهایی داشت که ماهیت تازه‌ای به تحولات سیاسی در ایران میداد.
شعار رضا شاه روحت شاد شاید نقطه عطفی بود. نارضایتی از انقلاب سال 57 و درخواست بازگشت به نظام پیشین. 25 کشته و بیش از 5000 بازداشتی. تظاهراتی که تکنولوژی اینترنت و فضای مجازی در ساماندهیش نقش داشت اما به شدت سرکوب شد. جنبش‌های مختلف کارگری، دانشجویی و صنفی از آن زمان تا کنون شکل دیگری به خود گرفته. حکومت همه را گردن همانهایی می‌اندازد که دشمنانش می‌داند. پای کشورهای منطقه از جمله عربستان را هم وسط کشیده. بررسی همه این اعتراضات اما یک نکته را عیان می‌کند. شرایط داخلی، بحران‌های بین‌المللی و اقتصاد لرزان ایران تناوب اعتراضات در این کشور را بیشتر کرده و ماهیتش را صریح‌تر. معترضانی که دیگر ابا ندارند ضد انقلاب و ضد حکومت شمرده شوند. قیمت بنزین در ایران طی 20 سال گذشته به طور متوسط در هر دولت حدود 400% بالا رفته. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بنزین سهمیه بندی و دو نرخی شد. حسن روحانی بنزین را تک نرخی کرد ولی پس از 3 سال حالا سیستم دو نرخی دوباره بازگشته. با وجود اعتراض‌های گسترده بعضی معتقدند که قیمت بنزین در ایران همچنان ارزان‌تر از کشورهای همسایه است. جزئیات بیشتر از کاوه مشکات. تغییر قیمت بنزین در شهری مثل تهران شیوه زندگی بسیاری را تحت شعاع قرار داده. ولی این اولین بار نیست که نرخ بنزین در 20 سال گذشته جهشی بالای 300% دارد. همین مسیر که ما می آمدیم تابستان 1386، 2 سال پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، بنزین سهمیه بندی شد. اقدامی که دولت‌های قبلی هم در فکر اجرای آن بودند، ولی سرانجام دولت نهم با معرفی کارت سوخت بنزین را با دو قیمت عرضه کرد. قیمت بنزین سهمیه‌ای در دوره اول آقای احمدی نژاد از لیتری 80 تومان به 100 و بنزین آزاد به لیتری 300 تومان رسید. سهمیه بندی اعتراض‌های پراکنده مردم را به همراه داشت. 2 سال بعد از سهمیه بندی بنزین، رئیس جمهوری وقت ایران قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را اجرا کرد. قیمت بنزین هم مثل بسیاری دیگر از حامل‌های انرژی بالا رفت و به لیتری 400 تومان سهمیه‌ای و 700 تومان آزاد رسید. با روی کار آمدن حسن روحانی، سیاست سهمیه بندی و دو نرخی بودن بنزین لغو شد. سیاستی که رئیس جمهور ایران آن را فسادآور می‌دانست. در زمینه بنزین ما از دو نرخی تک نرخی کردیم. عمدتاً هم دلیلش فساد زیاد بود. در زمینه بنزین فساد زیادی دو نرخی ایجاد می‌کرد. ما برای جلوگیری از فساد این کار رو کردیم. بنزین در سال 1394 1000 تومان را هم دید، ولی کارت‌های سوخت در دست مردم باقی ماند. پس از حدود 3 سال زمزمه‌های بازگشت سهمیه بندی از پارسال شروع شد و سرانجام از روز جمعه بار دیگر بنزین سهمیه‌ای به پمپ‌های بنزین ایران بازگشت. سوختی که هر لیتر سهمیه آن 1500 و آزاد آن 3000 تومان قیمت گذاری شد. با توجه به زمینه‌های اقتصادی که هست، مهمترین به اصطلاح دلیل این امر هم این باید باشه که حاکمیت الان و دولت دچار کسر بودجه شدیدی شده به خاطر اینکه صادرات نفت خام کاهش پیدا کرده بسیار شدید به دلیل تحریم‌ها. بنابراین برای اینکه اقتصاد ایران این تعادلش رو به هر حال تعادلی رو ایجاد بکنه و مشکلاتش رو در کوتاه مدت و برای کوتاه مدت البته تا حدی تخفیف بده، پناه بردن به افزایش قیمت بنزین به این شکل. اما به نظر میاد که این هم یک راه حل مناسبی نباشه، از اون جهت که این راه حل باعث میشه که مشکلات رو در واقع کوتاه مدت پنهان بکنن. بنزین در 6 سال دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بیش از 400% افزایش قیمت داشته. گروهی معتقدند حتی با وجود بالا رفتن قیمت بنزین، ایران همچنان یکی از ارزان‌ترین بنزین‌ها را در جهان دارد. بنزین سهمیه‌ای که از روز جمعه و با در نظر گرفتن میانگین قیمت 11350 تومان برای هر دلار، لیتری 13 پنس به فروش می‌رسد و بنزین آزاد لیتری 26 پنس. مردم ترکیه همسایه غربی ایران باک اتومبیل خود را با بنزین لیتری 1.20 دلار پر می‌کنند. پاکستان هم هر لیتر سوخت را 1.46 دلار عرضه می کند و در افغانستان بنزین لیتری 65 پنس است.
اما این تفاوت قیمت تصویر تمام قدی از وضعیت اقتصادی ایران و کشورهای همسایه به دست نمی‌دهد و باید برای ارزان یا گران بودن بنزین به قدرت خرید مردم هم نگاه کرد. میان کشورهای همسایه به غیر از افغانستان، ایران کمترین حداقل دستمزد را به کارگران پرداخت می‌کند و کارگران کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و آذربایجان به طور متوسط توانایی و قدرت خرید بیشتری نسبت به کارگران ایرانی دارند. اگر مقایسه بکنیم بین درآمد سرانه یا فرزند قدرت خرید کشورهای دیگه که حاشیه خلیج فارس یا کشورهای همسایه ایران، خواهیم دید که قدرت خرید شهروندان این کشورها بالاتر از قدرت خرید شهروندان ایرانیه. بنابراین این امر که فرزند میبایست قیمت بنزین با کشورهای دیگه متناسب بشه و با اونها هم عرض بشه برای اینکه جلوگیری از قاچاق بشه، باز توجیه نداره. برای اینکه مهمترین عامل تولید در داخل ایران هست و اون هم شهروندان هست، مؤسسات اقتصادی هستن و اینها توان پرداخت این میزان از قیمت سوخت و به ویژه بنزین رو هم نخواهند داشت. البته این اعداد به تنهایی هم نمیتوانند تصویر کاملی از واقعیت اقتصادی در این کشورها ترسیم کنند، چرا که عوامل دیگری مثل تفاوت در الگوی مصرف، قیمت دیگر حامل‌های انرژی و تفاوت‌های فرهنگی می‌تواند تأثیر عمده‌ای داشته باشند. کاوه مشکات، بی بی سی. یک نظرسنجی تازه مؤسسه حمایت از کودکان که همزمان با روز جهانی کودک منتشر شد نشان می‌دهد بیش از 70% کودکان در افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی درگیر اضطرابند. در این نظرسنجی با 600 پدر و مادر و 90 کودک در 4 ولایت افغانستان مصاحبه شده که بخش بزرگشان گفتند کودکانشان در راه رفتن به مکتب و فروشگاه زمانی که نزدیک یک ساختمان دولتی و یا ایست بازرسی می‌شوند و یا حتی هنگام بازی با دوستانشان در بیرون احساس ناامنی می کنند. خبرنگار ما نسرین نوا در کابل در گزارشش می گوید نتایج این نظرسنجی نشان داده که این ترس در بین دخترها بیشتر از پسرهاست. زخم این مادر تازه است. از کشته شدن پسر 7 ساله و دختر 10 سالش تنها چند روز گذشته. کودکانی که در راه رفتن به مدرسه قربانی انفجار شدند. حالا از دنیا و حدیث همین عکس ها باقی مانده. دیگه چی کنیم؟ ده بین دو دانه تابوت شیشت. یه زندگی رو من چی کنم؟ زودتر چی رو بردارم؟ لباس یا نبردارم، خانه رو چی رقم بردارم؟ کوچه رو، سرک رو، مکتب رو. حتی نمیتونم که طفل خوردم به مکتب دیگه روان کنم. نقدر سرمت تاثیر کردم. پدر این خانواده که در همین حادثه زخمی شده بود هنوز در بستر است. ترس از چهره همه میبارد. سنا دختر عموی آنها هم در همان انفجار صدمه دیده. امو لحظه یادم میترسم. شب خواب نمیبردم. دو بجی شو میخیزم میترسم تو بیم میگیرم تو میشینم قرار بیخی مکتب بدم شده میگم دیگه نرو. در کنار اینها دو دانش آموز دیگر این مدرسه کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده. حادثه ای که برای این کودکان به کابوس وحشتناکی مبدل شده. بر روح و روان اداره مکتب، استادای ما، شاگردای ما خیلی صدمه وارد کردن. متاسفانم ما یک روز بعد از حادثه هم هیچ شاگرد به مکتب حاضر نشد. دخترها بیشتر نگران این وضعیت هستند. یافته‌های نهاد حمایت از کودکان نشان می‌دهد که اکثر کودکان از رفتن به بیرون از خانه می‌ترسند. خانواده‌هایی که در این گزارش یا در این تحقیق سهم گرفتند نگرانی بیشترشان از این است که جنگ و درگیری در مناطقشان باعث میشه کودکانشان مکتب نرند و اجازه ندن کودکانشان را به مکتب برند که در راه دیگر در راه مکتب زخمی نشن یا کشته نشن و حالات روانیشان خراب نشن. کودکان در سراسر افغانستان متاثر از جنگ هستند. من در راه مکتب که میرم از این چیزا میترسم انفجار نشه، آدم میکشن، آدم دوزی میکنه. از انتخاری میترسم، از این اشتکات زکاک میترسم، از من میترسم. پیش از این سازمان جهانی نجات کودکان هم اعلام کرده بود که از هر 10 کودک در افغانستان 8 کودک
در انفجارها کشته می شوند. این کشور از خطرناکترین کشورها برای کودکان است. آخرین موردی که انفجار در کابل از کودکان دانش آموز قربانی گرفت هفته قبل در این منطقه بود، جایی که یک خودروی بمبگذاری شده خودروی یک شرکت خارجی را هدف قرار داد، اما کودکان هم در این حادثه کشته و زخمی شدند. از جمله حدیث و دنیا، خواهر و برادری که دست به دست هم با مصطفی هم کلاسیشان به مدرسه می رفتند جان باختند. تراژدی کشتار کودکان تکرار می شود. حملات هوایی و انفجار بیشترین قربانی را می گیرد. 5 ماه پیش هم نزدیک به 51 کودک دانش آموز در انفجاری در کابل زخمی شدند. این آمار در کل کشور گاه به مراتب بیشتر می شود. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.